سلام دوست عزیز، خوش آمدید به لکچر چهارمی ما. در لکچر قبلی در مورد هاف ویو ریکتیفایر صحبت کردیم و در این لکچر در مورد فول ویو ریکتیفایر صحبت میکنیم. خب هاف ویو ریکتیفایر گفتیم که تنها بخش یک بخشی از سیگنال را انتقال میده، چی و مثبت باشه یا منفی، خو یکی از وار انتقال میده و بخش دیگر را هضم میکنه. فول ویو ریکتیفایر چی میکنه؟ فول ویو ریکتیفایر هم بخش مثبت و هم بخش منفی را انتقال میده و اینجا تشریح میکنیم. The difference between full wave and half wave rectifier is that a full wave rectifier allows unidirectional current to the load during the entire input cycle, and the half wave rectifier allows this only during one half of the cycle. A full wave rectifier هم بخش مثبت هم بخش منفی را انتقال میده. شما اگر ببینید وقتی که فول ویو ریکتیفایر ما اجازه کنه بسته کنیم، بخش اگر سیگنال ساین داشته باشیم هم بخش مثبتش انتقال پیدا میکنه و بخش منفیش سرچپه میشه، معکوس میشه و در آوتپوت ما یک سیگنالی داشته باشیم که تقریبا مثل اینپوت باره میباشه، اما یا همیشه بالای صفر میباشه یا همیشه پایین صفر میباشه. خب working principle of full wave rectifier. Full wave rectifier با چه قسم کار میکنه؟ ما و شما اینجا یک سیگنال ساین برای از این سرکت خود داریم. این سرکت ما full wave rectifier سرکت است که ایره bridge rectifier هم میگه. خب اینجا ما میبینیم که وقتی که در اینجا باشیم، بخش مثبت باشیم، خب در سلاید دیگه خوب تشریح شده، وقتی که در بخش مثبت باشیم این ترمینال ما مثبت واره کار میکنه و این منفی میشه و کرنت همین رقم جریان پیدا میکنه، در اینجا میرسه. بخاطر از این طرف نمیره که اینجا ریورس بایس است، پس کرنت همیشه این طرف میره. وقتی که اینجا آمد این فورورد بایس است، تیر میشه و این طرف نمیره چون این منفی ریورس بایس است، پس کرنت طرف دست راست میره و از لوری که ما اینجا داریم از این عبور میکنه، این طرف میایه و بخاطر که یک نجنگیده تیر میشه از اونجا، باز طرف بالا نمیره چون بخاطر از اینکه اینجا پتانسیل زیادتر است، نو مثبت پتانسیل زیادتر است و کرنت همیشه کوشش میکنه که طرف پتانسیل منفی بره، پس بالا نمیره و طرف پتانسیل منفی بیتری کوشش میکنه که بخاطر که هر دویش فورور بایس است، همین فورور بایس است، همین فورور بایس، هم بخاطر که پتانسیل بالا زیادتر است طرف پتانسیل پایین کوشش میکنه بره. اما وقتی که اگر این رقمی بود باز طرف بالا میرفت، اما فعلا طرف پایین میه، دور میخوره و طرف ترمینال منفی میره. یک سرکت مکمل یک دانه جریان پیدا میکنه که بخش مثبت ما تیر میشه. وقتی که بخش منفی میرسه ترمینال تغییر میکنه، ترمینال بالا منفی میشه، ترمینال پایین مثبت میشه. در سلاید دیگه نشان داده شده، میبینین شما وقتی که در بخش منفی میرسه به خط یابی نشان دادیم و این وقت ترمینال منفی بالا منفی میشه، پایین ما مثبت. پایین که مثبت شد، پس که جریان از طرف مثبت طرف منفی ترمینال میره، از زیرا این طرف انتقال میکنه، این بالا نمیره چون بخاطر از اینکه اینجا ریورس بایس است، این دیود طرف از این دیود میره، این دیود فورورد بایس است، از تیر میشه، بالا نمیره چون این ریورس بایس است، طرف لود میره و از لود عبور میکنه، با همین ترتیب بالا میره و پایین نمیره چون به خاطر اینکه اینجا پتانسیل فعلا زیادتر است، مثبت است، طرف منفی کوشش میکنه بره، پس از این دیود عبور میکنه، فورورد بایس است و باز طرف پایین نمیره چون به خاطر اینکه اینجا پتانسیل زیادتر است و طرف منفی بیتری که پتانسیل کمتر است، الکترون ها اون طرف کرنت اون طرف میخواد که جریان پیدا کنه. پس میبینین که یک سرکت پوره شد و بخش ما دیگه هم مثبت انتقال پیدا کرد. خب اینه میره ما در کجا میجرمنت میگیریم؟ اینه میجرمنت ما در اینجا میگیریم وقتی که یک ترمینال شما در اوسیلوسکوپ یا در ولت میتر شما کنک کنین و دیگه منفی شده اینجا کنک کنین. شما اگر ببینین همیشه کرنت از بالا به پایین حرکت میکنه در اینجا، اما در اینجا شما اگر ببینین یک دفعه از طرف کرنتی طرف میره، اما در پایین کرنت از بالا از طرف دستر چپ و دستر راست میره. اما شما اگر اینجا ببینین کرنت از بالا به پایین روان است و از اینجا اگر ببینین کرنت از بالا به پایین روان است، پس این همیشه جریانش
بالای صفر است. یعنی این معنی میده که جریان جهت خود را تغییر نمیده، یعنی این رقم نمیشه، این رقم نمیشه، همیشه این رقم میباشه. میبینید همیشه طرف از بالا با پایین. اما اینجا اگر شما ببینید به خاطر که ای سی است، یک دفعه این رقم میباشه جریان، یک دفعه جریان طرف میباشه. پس ای آوتپوت ما به این رقم یک چیز به اسم سیگنال که ما فول ویو ریکتیفایر میگیم. خب اینجا ما میبینیم که امو قدیمی واره ساین ویو میباشه و به شکل تنها بخش مثبتش هم به دست ما میاد. این ما میتونیم که اینمی خطم مثل یک آینه واره فکر کنیم. اگر یک آینه رو شما در اینجا بانین و انعکاسی از این آینه را شما در اینجا ببینین، انعکاسی از این آینه اینمی سیگنال انعکاسش اینمی رقم میباشه، انعکاس از این رقم میباشه، انعکاس از این رقم، از این رقم و این رقم و خودش خو بیازود اونجا هسته. بخاطر از وقتی که ما بر شما اگر فول ویو ریکتیفایر گفتم، شما اینمی خط منفی را مثل یک آینه واره فکر کنین. فول ویو ریکتیفایر اوریج آوت پاور ما چی است؟ عین چیز است مثل هاف ویو ریکتیفایر واره، اما ضرب دو میشه، چون بخاطر از اینکه هم مثبت هم منفی هر دوش انتقال پیدا میکنه. پس شما میبینید اینجا که 0.67 ولت میباشه، یعنی 2 ضرب در آی مکس تقسیم پای، 2 ضرب آی مکس تقسیم پای که ما در فول وی هاف ویو ریکتیفایر داشتیم، آی مکس تقسیم پای یا وی مکس تقسیم پای بر وی اوریج، و در اینجا که از ضرب دو میشه، چون مثبت و منفی هر دوش انتقال پیدا میکنه و دو چند ولتیج دو چند هاف ویو ریکتیفایر میباشه. خب یک مثال اینجا است که find the average value of the full wave rectifier output voltage of the below wave. اگر below wave که در پایین ما نشان دادیم، اگر ای از full wave rectifier outputش باشه، پس average power مای چند از اینجا؟ از فرمولش هست دو وی ضرب در منفی 0.7 میکنیم، چون بخاطر از اینکه سیلیکان ریورس بایس در فورورد بایس 0.7 ولت ضرورت داره که از او عبور کنه، تقسیم پای میکنیم، جواب ما میاد 9.33. در امتحان ما فرمولا را اگر سوال دیم فرمول بود، ما بر شما فرمول میدم، شما ضرور نیست که فرمولا را حفظ کنیم. افیشنسی رم عیناً مثل هاف ویو ریکتیفایر است، فرقش این است که ضرب دو میشه، یعنی دو چندش است. از هاف ویو ریکتیفایر دیده بودیم که 0.46 فیصد بوده که دو چندش میشه، پس 81.1 فیصد. به چه قسم ما این فرمولا را بده ساردیم، این را در صنف هم تشریح کردیم. در امتحان این رقم یک سوال من نمیارم که دیرایف کردن یا نشان دادن افیشنسی در افیشنسی باشه. خب how to make DC wave smoother. خب ما شما چطور میتونیم که هموارتر بسازیم DC را؟ قبلا دیدیم که اگر ساین ویو ما انتقال بدیم از فول ویو ریکتیفایر به این شکل میشه، اما این هموارتر نیست، یک DC صحیح نیست. اگر شما این را در چارجر موبایل خود وصل کنید، موبایل تان شاید بسوزاند، چون همیشه ولتیج تغییر میکرده، یعنی مثبت به صفر میاد و باز مثبت طرف 5 ولت میاد، 6 ولت هر چقدر که باشه باز به صفر میاد، یعنی ولتیج تغییر کرده. خب سولوشنش هست کپاسیتور. کپاسیتور را ما وقتی که استفاده کنیم، یکی از کارهای کپاسیتور ای است که چارج نگاه میکنه مثل یک بیتری واره، اما بسیار زود چارج میشه و بسیار زود دیسچارج میشه. اگر شما در اینجا متوجه شدید، ما خود کپاسیتور را اینجا کنک کردیم و اگر خود ولیوی از کپاسیتور زیاد باشه، پس این ویو ما سموتر میشه، یعنی هموارتر میشه و یک خط مستقیم میشه اگر بسیار زیاد باشه. اول این رقم بوده اگر بدون کپاسیتور، اما وقتی کپاسیتور کنک شوه این رقم نمی باشه، مثل این رقم میشه چیز، چون در این وقت کپاسیتور چارج میشه و وقتی که کپاسیتور چارج شد، باز از کپاسیتور یا دیسچارج میشه، یعنی چارج از بین میره، اما در اینجا باز چارج میشه، باز دیسچارج میشه، باز چارج میشه. اگر 5 میکروفارد کپاسیتور استفاده کنیم، پس آوتپوت ما شما تقریبا هموارتر می باشن، با او اندازه زیاد هموارتر نمی باشن.
اما هر چقدر که ما والیو های کپاسیتور را بلندتر ببریم، مثلا 50 میکروفاراد شد، از وقت قدر زیادتر سموت شد. اما این را اگر 500 بسازیم، 500 دیگه هم هموارتر میشه. خب دوستایی بود لکچر چهارمی ما، و ما میخواییم که یک چند سوال دیگر هم حل کنم تا بر شما آسان باشد در امتحان، چون امتحان ما زیادتر سوالات از هاف ویو ریکتیفایر و فول ویو ریکتیفایر است. خب ما یک صفحه نو اضافه میکنم در اینجا. خب اگر به شما ما در امتحان سوال بتم که خط باشه، ببخشید اینپوت سیگنال برتون بتم و برتون بگویم که وقتی که اینمی اینپوت سیگنال، از فکر کنین که یک سیگنال مثل اینمی رقمی چیز است. وقتی که ای از یک سیگنال از یک سرکتی که ای رقم باشه، از ای عبور بکنه، ای سیگنال دیجا باشه و عبور بکنه از ای رقم یک سرکت، آوتپوت ما چی می باشه؟ خب شما می بینین که تن ای هاف ویو ریکتیفایر است، چون دیود یک دانه استفاده کردیم. پس شما می بینین که وقتی که مثبت باشه و ای منفی، از مثبت انتقال پیدا میکنه، یعنی مثبت ما انتقال پیدا میکنه و منفی ما انتقال پیدا نمیکنه. پس آوتپوت ما شما چه رقم میباشه؟ آوتپوت ما تنها بخش مثبت میباشه، منفی ما انتقال پیدا نمیکنه. اگر به شما در گراف نشان بدم، یک دیگر بکشم اینجا، آوتپوت شما باید شما این رقم رسم کنین. مثبت انتقال پیدا میکنه، وقتی که با منفی میره با این نمیریم، این طرف پس میم، این میجر مثلا این طرف میم و باز طرف بالا میم، مثل ازی. و اگر ما به شما یک سیگنال بتم و بگویم برتان همی سیگنال بتم و بگویم که از فول ویو ریکتیفایر اگر عبور کنن چه رقم است، باز شما چه رقمی را نشان میدین؟ باز به خاطر از اینکه در فول ویو ریکتیفایر ما گفته بودم که ایره مثل یک آینه فکر میکنین، که آینه چی میکنه؟ انعکاس پایین بالا نشان میده. وقتی که انعکاس بالا را پایین نشان میده چه رقم میشه؟ این مثبت خوب انعکاس نداره، پس عبور میکنه. و منفی ما این منفی ما انعکاسش بالا است، پس بالا میشه همین رقم، یک خط مستقیم. یا اگر اینجا من برتان نشان بدم، میشه که این رقم باشه، بخش مثبت انتقال پیدا میکنه، طرف منفی میه. خب به خاطر اینکه منفی پس انعکاس پیدا میکنه، منفی باز بالا میره. شما میتونید که این رقم نشان بدین، یا میتونید که بگین که یک خط مستقیم است، هیچ همی چیزها را نشان ندین، یک خط مستقیم نشان بدین. اما اگر ما به شما بگویم که این همی دیود سرچپه است، به یک قسم است، در این وقت وقتی که یه مثبت باشه یه منفی باشه، مثبت انتقال پیدا نمیکنه، اما منفی انتقال پیدا میکنه، مثبت انتقال پیدا نمیکنه، از طرف منفی جریان انتقال پیدا میکنه. پس اگر این ما به شما یه رقم سرکت بدیم، شما باید در آوتپوت چه رقم بکشین؟ در آوتپوت مثل از این باشه، به خاطر از اینکه مثبت انتقال پیدا نمیکنه، پس مثبت صفر است. منفی انتقال پیدا میکنه چون ریورس بایاس است، پس منفی رقم میشه. مثبت انتقال پیدا نمیکنه، مثبت منفی انتقال پیدا میکنه، مثبت انتقال پیدا نمیکنه، منفی انتقال پیدا میکنه. سرچپی ام سوال قدیمی ما واره بود که اینجا مثبت انتقال پیدا میکرد و در اینجا چی رقم است؟ اینجا منفی انتقال پیدا میکنه و مثبت انتقال پیدا نمیکنه. تشکر دوستایی بود لکچر چهارمی ما و یک انترودکشن در مورد امتحان. کوشش کنین که در امتحان که است در مورد ازیمی خود ازیمی گراف ها شما یک کمی پرکتس بکنین، چون 35 نمره از
از این گراف هاست و 23 نمره دیگه از سوال های دیگه است که در این 4 سوال اولی ما تشریحی است که تشریح برای ما از یک خط one line یا دو لاین زیاد نباشه. 4 سوال است. بعد از او به نظر ما 3 سوال دیگه multiple choice است، ساده است بسیار. یک 4 سوال خانه خالی است، fill in the blank است، اوم ساده است. و یک دانه سوال دیگه از AC و DC است، کدام سیگنال AC است کدام DC است. و دیگه سوال ها که است متباقی از همی سیگنال هاست که دادیم که از سرکت عبور کنه چه رقمه باشه. سوال ها ساده است و سخت نیست و کوشش کنین که